صحیح 220 پرس غذای افطاری که مشاهده می نمایید از طرف آقای حالیا برای افطاری ماه مبارک رمضان تهیه گردیده است که امروز جمعه 18 حمل 1402 مصادف است با 7 آپریل 2023 انشاءالله در جاده های کابل برای مؤمنین و مستحقین توزیع خواهد شد و من الله توفیق اجرکم ان الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. السلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین، برادران و خواهران و عرض تبریک دارم به مناسبت فرارسیدن ایام ولادت با برکت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین پیشاپیش ایام سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت، شبهای قدر، شبهای شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می کنم. الحمدلله بعضی از مؤمنینی که کمک کردن و در سفره با برکت امام حسن مجتبی علیه السلام خودشان را شریک ساختن. دوستان ما در افغانستان و یک تعداد مؤمنینی که واقعا احتیاج داشتن و همینطور که می دانید از طبقه کاریگر و از کسانی هست که با دست خالی به طرف خانه می روون، اونها انتخاب کردن و این افطاری ها را برای اونها توزیع کردن و از برکات افطاری الحمدلله اونها و مخصوصا مؤمنینی که کمک کردن در دنیا و آخرت بهره‌مند خواهند شد. به هر حال شبهای قدر همونطور که می دانید هر عملی 1000 برابر ثواب دارد، نه تنها 1000 برابر بلکه به قول خود قرآن 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من 1000 شهر. 1000 شهر یعنی چی؟ یعنی حدود 83 سال. 83 شما اگر ضرب 365 بکنید چقدر می شود؟ خب این حدود 1000 ماه. 1000 ماه را اگر شما با سرانگشت حساب بکنید و ضرب 30 بکنید حدود 30000، حدود 30000 برابر حساب می شود، یعنی یک عمر انسان. ولذا مؤمنینی که می خواهند انشاءالله در ثواب افطاری شب قدر برای گرسنگان و بیچارگان و مظلومین شرکت بکنن، عجله بکنن، هم خودشان می توانن این کار را انجام بدهن، هم اگر خواستن از طریق ما این اقدام صورت بگیرد هم بنده و دوستان در خدمتشان هستیم. و این سنت افطاری سنتی است که از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام باقی مانده است، که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام گوشت می پختند، از گوشت مؤمنین را افطار می دادن در شب قدر، ولی خودشان استفاده نمی کردن. و بعد وقتی که اینها افطاری کرده بودند می ایستادند و خطبه ایراد می کردن. یکی از خطبه های اونها که من چند فراز را عرض بکنم این هست که اعلموا ان ملاک امرکم الدین، ملاک امرتان را دین قرار بده. چقدر این زیبا هست که در هر کاری ما ببینیم دین کجای این کار قرار گرفته است. آیا این کاری را که من انجام میدهم مورد رضایت الهی و ائمه اطهار علیهم السلام و دین مقدس اسلام هست یا نیست؟ این ملاک اگر باشد هیچ وقت پشیمان نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت، چی در ازدواج ما، چی در معاملات ما، چی در رفت و آمدهای ما، چی در کار ما، چی در تحصیل ما، در همه ملاک کار خود را دین قرار بدهیم. و فرمودن و عصمتکم التقوا، عصمت شما تقوا باشد، و زینتکم الادب، اگر میخواهید خود را زینت بکنید زینتتان ادب هست. و این چیزی که خیلی مهم هست و با یکی از صفات خاص
همه اهل بیت عصمت و طهارت مویجه امام حسن مجتبی علیه السلام که در ایام ولادتش هستیم میخورد، فرمودن و حسون و اعراضکم الحلم، حلم را دژ محکم برای آبرویتان قرار بدهید. ببینید اگر ما بی صبری بکنیم آبروی ما از بین می رود، آبروی ما را از بین می برند. چه در خانه اگر بی صبری بکنیم، خانواده و خانم و بچه ها بالاخره این شکایت را بیرون می دهند و نه تنها در نزد خدا بلکه در نزد مردم هم بی آبرو می شیم. اگر در سر کار همینطور، اگر در اجتماع، در بازار، در هر جایی که ما بی صبری بکنیم و حلم نداشته باشیم، هم دنیا را از دست می دهیم هم آخرت را. لذاست که مؤمنین توجه داشته باشند، شبهای قدر شبهای با عظمتی است، اعمال شب قدر را انشاءالله مؤمنین انجام می دهند. بر علاوه شبهای قدر طبق سنت شهید این شبها که در این شبها افطاری پهن می کردند و حتی در روایت آمده است که از گوشت افطاری می دادند با اینکه خودشان میل نمی کردند، ما هم این سنت را پیاده بکنیم و انشاءالله بیاییم و سفره‌های افطاری در مساجد بیاندازیم و طبق سنت امام علی علیه السلام بیاییم شب قدر افطاری بدهیم و مؤمنین رو دعوت بکنیم و سخنرانی و موعظه و اینها هم داشته باشیم. خداوند انشاءالله این توفیق رو ما عنایت بگرداند و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.